له لایق سب سره کله چې دای په زندان کې وو یو بل زنداني ملګری شوی وو ورسره دوست شوی وو ما یو ورځ د ده په دفتر کې دی ولید او راته معرفي یې کړه ویل دغه ځوان زما سره په زندان کې وو او د زندان شپې ورځې هغه ستړې شپې ورځې هغه خسته کونې شپې ورځې مو د ده سره تېرولې او قصې به مو کولې. هغه محترم فیض الله جلال دی. استاد جلال به تاسو په تلویزیوني خبرونو کې ډېر لیدلی وي خو دلته به دی په بله موضوع غږیږي. دی به په د نن ورځې په سیاست نه غږیږي بلکې د لایق صاحب سره د زندان د تورو شپو په باب یو څه موږ ته وړاندې کړي لکه یوه خاطره غوندې یا شی. مهرباني. سلام علیکم. به نام خداوند عدالت و آزادی. ما صحبت های من اگر شاعر نیستم با چند پارچه شعر شروع میکنم. از هجوم غم نمی گنجد دلم در سینم، محمل دل هم مگر سوی بیابان بگذرد. همدرد ما کسی است که دارد به سینه داغ، ما را در این زمانه همین لاله آشناست. خوش رنگ لاله است به صحرای ما هنوز، بوی محبت است به دلهای ما هنوز. واقعا در مورد استاد اکادمی سن سلیمان لایق صحبت کردن کار ساده نیست، به خصوص برای ما که من حیث یک برادر کوچکش و شاگردش روزهای بدی را یک جا سپری کردیم، روزهایی که هر شب ستاره به زمین می کشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره هاست. این شعری بود که هر زندانی زمزمه می کرد. لایق صاحب ما دوره جوانیش بیاد ندارم، او وقت نمی شناختمش، اما شناخت ما از زندان پلیچرخی شروع شد. ما کوتقلفی های یک نفری بودیم و لایق صاحب هم کوتقلفی یک نفری بود. ما لایق صاحب در زندان پلیچرخی می شناختم و لایق صاحب در قدرت سیاسی باعث وزیر اقوام و قبایل و شخصیت مهمی جمهوری دموکراتیک افغانستان اونا را می شناختم و باز لایق صاحب در دوران می شناختم که در خانه بودن و کار و وظیفه دولتی نداشتن، بالاخره بعد از چند مشاور علمی اکادمی علوم شدن. در تمامی دوره ها سلیمان لایق ما یک شخصیت ثابت، پایدار، با روح بزرگ، با ایدال ها و آرمان های بزرگ یافتم. باور به مردم داشت و اعتقادشی بود که باید به تمام مردم افغانستان ما خدمت بکنیم و مردم باید از این وضعیت نجات بدیم. لایق صاحب در زندان پلیچرخی مانند یک نگین می درخشید. چپ و راست، ناسیونالیست و غیر ناسیونالیست، همه دوستش می داشتن. لایق صاحب شعرهایش به زبانهای مختلف، به زبان فرانسوی، به زبان انگلیسی ترجمه شده. شاعران بزرگ در اروپا و امریکا و استرالیا لایق صاحب دوست دارند. لایق صاحب یک شخصیت همه جانبه بود. بناان جای داره که نه تنها در بخش ادبیات، در بخش فرهنگ در این موری تحقیق شوه، بلکه در بخش سیاست، افکار سیاسیش باید واضح شوه. در منطق یک آدمی بسیار لایق بود، در فلسفه یک آدمی لایق بود و دین اسلام بسیار زیاد میفهمید. لایق صاحب از جمله دانشمندای بود که در مورد فقه اسلامی و تعلیمات اسلامی آگاهی داشت. در اداره کشور
در منیجمنت و اداره کشور آگاهی داشت و در رهبری کشور جایگاهی بسیار بلند داشت. بنان من میخوایم بگم که از جوانب مختلف باید لایق سه به معرفی گرفته شود و شخصیت های که به تاریخ افغانستان آشنایی دارند، به ادبیات و هنر و فلسفه، منطق و دین آشنایی دارند، باید در این بنیاد عضویت پیدا کنند. این بنیاد را باید همگانی ساخت. این بنیاد برای مردان و زنان است و برای فرهنگیان کشور است و امیدوار هستم تعداد بیشمار در این بنیاد برای مردم افغانستان، برای فرهنگ و برای تاریخ افغانستان خدمت بکنم. من واقعا دوستانه براتون میگم که ما برای لایق صاحب بسیار کسا برای ما گفتن که تو چطور از بدخشان تو با لایق صاحب چطور رابطه داری؟ این رابطه تو سوال برانگیز است. اما باید بدانین که تمام عمر ما به شرافت زندگی کردیم و با پاکیزگی زندگی کردیم و با استواری زندگی کردیم. ما هیچ وقت این طرف و او طرف نلغزیدیم. در سیاست ثابت و استوار بودیم. امی شجاعت مدنی ما و استواری ما در راهم و در روشم بوده که مورد علاقه و مورد ترحم بگم یا مورد توجه خاص لایق صاحب قرار گرفتیم. چی در زندان پلیچرخی، چی در پانتون کابل، چی استاد شدیم، چی معاون پانتون بودیم، چی معین وزارت بودیم، چی سخت زیر فشار مافیای قدرت بودیم. امو حالت اولی خدا و حالت واقعی خدا نگاه کردیم. اینمی کارا سبب شد که لایق صاحب ما را به حیث یک دوست خود انتخاب کنه یا در میان دوستایش ما جایی داشته باشم. بنابراین واقعا لایق دوست داشتنی است. این نامی با مسماست، این تخلصش بسیار بجاست. لایق یک شخصیت واقعا لایق بود و جای لایق پر کردن کاری ساده نیست. من از امی دولتی که انتقاد میکنم از این سپاسگزار هستم که در مراسمشان آنچه شایسته لایق صاحب بود توجه کردن، ولی هم در ایجاد بنیاد وزیر صاحب فرهنگ که رفتن توجه دارن و امروز یک مجلس بسیار مهم با برکت ما در رادیو تلویزیون افغانستان تدویر کردیم. بنان جای داره که من از امی دولت، از امی نظام، از امی رادیو تلویزیون سپاسگزاری کنم و از تک تک شما که لایق صاحب دوست دارین و از ما بهتر لایق صاحب میشناسین سپاسگزاری کنم. روح لایق صاحب جاویدان باد، راهش ادامه داره و از اعضای بنیاد فرهنگی و ادبی لایق صاحب خواهش میکنم که جلسات بسیار مهم در پانتون کابل، در پانتونهای مختلف افغانستان، در اکادمی علوم، در نهادهای مختلف برای معرفی لایق صاحب بگیرن. از توجه فرد شما سپاسگزار هستم. سلامت باشین. تشکر. تشکر.